اللهی که به نهایت مهربان و بارحم است بینندگان گران قدر دوستداران برنامه چراغ هدایت علاقه مندان خوبی ما سلام و عرض ادب خدمت شما دوستداران نهایت مهربان در نخست تلاوت چند از کلام الله مجید را داریم دوستان عزیز با شما یک جا میریم تلاوت از کلام وحی الهی را مشنوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آن کس که زمین را بستر شما و آسمان یعنی جو زمین را همچون سقف بالای سر شما قرار داد و از آسمان آب فرو فرستاد و از آسمان آب فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد بنابراین برای خدا همتایان قرار ندهید در حال که میدانید هیچ یک از آنها نه شما را آفریده اند و نه شما را روزی می دهند و اگر در باره آنچه بر بنده خود یعنی پیامبر نازل کرده این شک و تردید دارید دست کم یک سوره همانند آن بیاورید. یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا برای این کار فرا خوانید اگر راست میگویید اهمیت اجتماعی زندگی کردن بین بدانیم که از چه اهمیتی برخوردار است آنگونه ای که دکتر سیف حیات الله عتی در برنامه های گذشته خود صحبت داشتن که باید ما اجتماعی زندگی بکنیم هدف از اجتماعی زندگی کردن حق یک دیگر را شناختن چه حق فردی هست چه حق آ... که موضوعات مختلف را با خود دارد حق فرهنگی، حق ادب، حق اخلاص، حق صبر، حق بردباری، حق آم... زندگی کردن در یک محیطی بر موضوعات مختلفی را که با خود داره در هر جایی که هست اما گونه اگر واقعا ما باشیم خواد تانستیم یک زندگی مرفه و آسای آس آص... خوبی را داشته باشیم به بدانیم که از چه اهمیت دیگری برخوردار است و دا کسی بایت الله عطید موضوع چگونه تشریح میکند؟ دوستای عزیز جانب مهنی و کاری و وظیفوی جانب بسیار مهم در زندگی ما و شما آیا ما و شما متوجه شدیم کاری ما و شما که مشغول هستیم حلال است یا حرام کدام وظایف که به ما و شما سپرده میشه آیا بسیار به خلوص و محبت او را انجام میتیم یا یعنی نه رسمیات ما و شما مثلا یک برادر است رس رسمیاتش ساعت هشت شروع میشه اینا دفتر ده بجه تشریف میبره چرا؟ میگه ما روزدار هستیم امروز روز دوشنبه یا روز پنجشنبه روزه نفلی ما گرفتم او برادر بلیازی خدا روزه به خود میگیری این کار که از این مسئولیت میهن است چند راجع به خودت میای تو نیستی جانب روحیت بالا صد در صد نمره میتی مشکل نیست خب تو جانب کاری وظیفه و مهنیت یک مسئولیت است مسئولیت جامعه است بسیار مهم است ما در تخصص خود قائل هستیم که شش ساعت به جانب کاری ما میتیم سمینارهای خود بعضی مردم رو من موافقه کنند میگه 8 ساعت کم است ما بر شما که سعید شما هشت ساعت کار میکنین بیاین کدام تولیدی که شما دارین دبی هشت ساعت اگر شما یک کاری بکنین وقتی که ما دفترتان میروین چی وقت وقتان زایی میشه در صبح خیر خوب استی جور استی بخیر استی باز در بعد مؤسسات باز اخبارم میای صاحب و در بعضی مواسات مردم باز فیسبوک میبینه تویتر میبینه اخبار صبح میبینه در بعض دفاتر باز چای صبح است آه سب چای صبح خاص داره سه ساعت کار میشه باز نماز پیشین پس از نماز پیشین باز نان خوردن یک وقف است آسم بعضی از برادران باز استراحت هم میشه میگه قیلوله ثواب داره آه ثواب داره در خانه در دفتر نه در وضعی خود بند میکنم به کمیت که یک میتنگی بند است رئیس ما مشغول است تا دیگر اینا مشغول است نه این برنامه ها اگر ساعت تولیدی کاری با دقیق حساب بکنیم شما یقین بکنین از شش ساعت ځافانه خاط شو موږ تاسو ډیر زیات وختونه په خپل کارونو کې او په خپلو دفترونو کې مسرفه وو امدا وجد چې زمږه په افغانستان کې په تاسف سره وایم ته لريته هم نشتاه انټاج هم نشتاه نشتا. یو کار چې تاسو پرې دروازه درې ورځې وړوکې کار بووی هفته تقریبا وخت اخلي په تاسف سره که مونږ او تاسو مخلصانه کار وکو هغه وزارت هغه مؤسسه هغه کمپنی هغه شرکت د غیچ کوم سیاست دی د غیچ کوم سیستم دی اغه ته متحدوسیګو او د تولید او د انتاج ندکړ وکو چې مورک باندې کار وکو هر انسان خپل کار نکوي نه کوم مؤساکه چې کار کوي ته به خبرته نور ملګری هم در سره شته اغه سره هم بعضی ملفو نه دي موږ او تاسو په یو کمپنۍ کې په یو موسکه کې په یو ریاست کې په مسؤلیت کې په یو دفتر کې دغه ټول ډیو انسان ځبانه کار وکوي زمونه لکه دغه ټول انسانان چې وي دسه تیمور موږ موږ جوړ کړل کېږي انسان چې تشکیله وي په کامل محبت او په کامل اخلاص په امن تمكن تاسو خینو کوښ پک ساتونه کفایت کی وی نو کاری او وظیفوی لورای مهم لورای دی ټول خلک کار لري یو محصول مترزی و از ما کار نشته زورتو ته پونتون کې محصول استو کار دغه دی اې په کوالټی سره تخپل کار مخ کې وړي او که ته نه وړي یو خددا هغه و از ما کار نشته زووم چې تاسو مهم کار دی ست درې اساسی دند دی خووند دی کوړت دی او بشون دی دا مهمه کار دی یو انسان پلار هم دی پدافتار کې مامور هم دی دا هم دا, دا کارونه دي نو خاري وظیفوي او مهني لوري د زموږ استادو په ژوند کې ډیر مهم دي کومو استادو وګړو زموږ استادو اولادونه د سالمې تربیه واخلی راځي چې موږ استاد خپلو کارونه متوجه وسیو انسانی که غیر حاضر میشه میگه من روزه دار است روزه نفلی را گرفتم رسمیات ما سه بجا خلاص میشه ما یک بجا سب تشریف آوردم ها نه نه رئیس که اصلا مشکل نیست وقتی که بچگه که از مکتب میای پرسان میکنه پدرم تو چرا وقتی آمدی؟ رسمیاتان سه بچه خلاص میشد بچیم امروز روزه است رئیس اندیوال است این همی خیانت پیچکاری کردی به عقل امی بچید امی تو کلان میشه خیاناتی که دیگه فسادی که در بعضی وظایف صورت میگیره از او اصلا صحبت نمیکنه و ازراری که به دیگران انتقال می شود و خاصتا به اطفال و اونا دمی خیانت باز کلان می وقت نیست که از او صحبت بکنیم خب منتها جانب مهنی جانب کاری وظیفوی یک رکن بسیار اساسی است در اراده زندگی هر کاری که باشه الکاسب حبیب الله حتی که انسان نجار باشه یک انسان یک قراچی که خورترک در کوتسنگی کار میکنه متاسفانه بعضی مردم به نظر بسیار دونی سیل میکنه این بسیار بد است پتاسو بگم پیغمبر خدا میگه الکاسب حبیب الله کدام انسان ها که شما میارن خانه امراتان همکاری میکنه میگه حقشان بتن پیش از اینکه عرقشان خشک شوه امی کارشان است اعطو حق حقه قبل <سؤال> ان نجیف عرقه قول <سؤال> پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم باز ما به با نظری بسیار منفی برشان سهل <سؤال> میکنیم این بسیار بد است بیاین برادرها و خارای محترم هر انسان دمو کار خود که مشغول <سؤال> است احترام باید داشته باشه عشق باید داشته باشه هر کار که باشه خرد باشه کلان باشه وزیر صاحب ما هم فخر بکنه که ما وزیر هستیم یک انسان که یک دریور از یک تکسی یک مزدور از یک خانه خالق از یک مکتب اونا هم فخر بکنه و عشق داشته باشه تو وزیر هستی و ما دریور هستیم تو به کار خود خوب میفهمی ما با کار خود خود میفهمیم ما تیمبور کار بکنیم تا که اراده زندگی ما موفق باشه تشکر از شما دوستان خوب ما خوش آمدید به ادامه برنامه در این قسمت حال حدیث منور از سردار سقلین را داریم پیامبر معظم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمود هر کی زن گیرد به این منظور که از محرمات برکنار ماند بر خدا لازم است که او را یاری کند دوزاران برنامه ارشادات مفتی سیب شمس الرحمن فروتن را داریم صحبتشان در رابطه به مسئولیت والدین هست و یا حقوق فرزندان بر والدین هست در همین جا رسیدن که حق فرزندان بعد از تولد بالای پدر و مادر چه هست یکی از جمله اشارات را در رابطه به حقوق فرزندان بالای پدر و مادر دارن میگن که از جمله اولین حقی که دارد که بعد از تولد میشه از آن گفتن هست در گوش پسر و یا دختر چی حکمت نهفته است چرا از آن داده میشه اولین کاری که ما انجام میتیم و بعد از او که باز نام میبانیم چرا از آن گفته شود فلسفه گفتن از آن در گوش چی هست در گوش راست از آن داده میشه و در گوش چپ اقامت گفته میشه توجه بفرمایید به صحبت های استاد در همین مورد الحمد لله وحده و والسلام على من لا نبی بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بحث من در رابطه با حقوق اطفال آغاز شده بود موضوع حلقه امروزی ما در رابطه با حقوق طفل بعد از تولد است بعد از اینکه طفل به دنیا می آید در لحظات اولی تولد طفل یک سلسله حق معنوی و یک سلسله حق مادی دارد که پدر و مادر و یا هر کسی دیگری که در اموخانه خانه قیم و سرپرست یعنی اطفال است اونها باید به با این حقوق مادی و حقوق معنوی اطفال توجه بکنند اولین حق معنوی یک طفل بعد از تولد آزان و اقامت در گوش راست و چپ طفل است در افغانستان و ممکن دیگر کشورها چنین رواج است که وقت طفل با دنیا آمد شست و شو میشد و تا سه روزه در گوش از او آزان نمیتن این یک اشتباه بزرگ است با مجرد که طفل با دنیا می آید و بالاخره شسته میشه یا نمیشود، شود خب با مجرد که با دنیا میآید آید یک ساعت بیس دقیقه دو ساعت بعد در همان روز اول باید در گوش راست طفل نداده شوه و در گوش چپ طفل اقامت داده شود در این مورد از حضرت ابو رافع راللهنه روایت است که فرمودند من مشاهده کردم که رسول الله صلى الله عله وسلم در گوش حضرت حسن بن علی رضیالله عای عنه و همن زمانی که از فاطمه راللهعنها پیدا شد آزان و اقامت کرده و به همین گونه در, در گوش راست و چپ حضرت حسین رضاله عنه هم نبیصههس آزان و اقامت کرده است و همچنین در گوش حضرت زبیر رضلهعنه هم عبدالله بن زبیر هم نبی صاههوس آزان و اقامت کرده است و آزان و اقامت رسولالله صل اللهعلهوسلم به این دلالت میکند که در گوش نوزاد آزان و اقامت کردن سنت است و فلسفهاش ای استه که ای طفل در اولین مرحله که, که چیزی را میشنود او صدای ملکوطی الله اکبر باشد و همی گفتن الله اکبر له اکبر در وش تفل اثرات بسیار مهم و مؤثری را در اصلاح طفل در عقیده طفل و در روح و روان طفل دارد یعنی در آغاز صدای ملکوتی الله اکبر خدا بزرگ است این گپا که میشنود ای به این معنا هم نیست که بعضی ها میگه تا که در گوش آزان نداده او مسلمان نیست نخیر طفل که از مسلمان پیدا شود خود به خود مسلمان است اما آزان دادن سنت رسول الله است و فلسفه این سنت این است که در آغاز طفولیت در روح و روان و گوش متفل طفل عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی یعنی زرق میشه پیچکاری میشود از آوان طفولیت این طفل برشتونین ذهنیت داده میشه که الله اکبر الله بزرگ است الله عظیم است از الله کرده دیگه قدرت بزرگتر وجود نداره از زمین لحظه تو باید تابدار و تسلیمی همین قدرت عظیم و قدرت بزرگ باشی به با همین گونه حق دوم معنوی یک طفل انتخاب نام نیکو هست ولی در رابطه به انتخاب نام نیکو مستحب است خوب است که روز هفتم اگر پسر باشد دو تا گسفند در روز هفتم زبحه بکنه اگر پدر و مادرش اقتصادش خوب بود و گوشتش پخته بکنه به فقرا مساکین و دوستا و اقربای خود بخوراند اگر پسر دختر بود یک گسفن پسر بود دو گسفن ای را عقیقه میگن و در همین روز افتم در پهلوی این که یک گسفن یا دو گسفن زبحه می شود اینا نام نیکوی را هم بر سر طفل خود بگذارن زیرا در عرب یک مقوله هست که لکل اسم تاثیر فی المسما هر اسم تاثیر خود را در مسمای خود داره ما نام یک طفل را محمد شریف میمانیم یعنی امیدوار به با باشیم که اثرات شرافت در وجود از این طفل هست ما سر یک طفل خود نام یک صحابی را میمانیم میگم بیا نامش ابو بکر بانیم بیا نامش علی بانیم شما منتظر به با ای باشین که اثرات اخلاق ابو بکر و اثرات اخلاق علی در وجود از او پیدا می شود یا یک نفر سر طفل خود نام یک فیلمی را مانده چی دختر و یا چی پسر ای والدین منتظر ازی باشند که اثرات اخلاق بد و بهیجابی و بد اخلاقی امو فیلمی ها در وجود ازی پیدا می شود پس ایتور یک نامه بمانیم و یه حق طفل است یک معنای خوب داشته باشه دو یا نام بزرگوارای ما باشه ولو که اگر معنا نداره مثل زید نام است معنا نداره اما نام یک صحابی است دوم نام و با گونه باشه که در امو جامعه و محیطی که تو زندگی میکنی اینمی تر ناما در اونجا معروف باشه معنوز باشه و قابل استفاده و استعمال باشه نام مرد به مرد و زن به زن پس انتخاب نام نیکو هم از جمله حق و حقوقی هسته که والدین باید متوجه این حق باشن و در روز هفتم تولد حق طفل برای اطفال خود بدهن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اجزانه بیننده برنامه چراغ هدایت علاقه مندان خوبی ما لحظات کمی با خود داریم از دعاهایتون ما را فراموش نکنید